خانم رستم علی پور، امروز بخش اول دفاعیات حمید نوری رو شنیدیم. شما به عنوان یکی از خانواده‌های دادخواه که در دادگاه حضور داشتید، نظرتون درباره این صحبت‌ها چه بود؟ به خیلی از مسائل اعتراف کرد و در واقع تکذیب نکرد، اما ادعا می‌کرد که رفتار خوبی با زندانیا داشته. من در سال 67 هم همسرم و هم برادرم اعدام شدن. امروز که به حرفای نوری گوش می‌دادم، اول که معتقد بود که این برنامه ساختگی است و 85 نفر که اومدن شهادت دادن دارن یه سناریو رو اجرا می‌کنن. برای من خیلی مسخره بود، به خاطر اینکه هزاران جوان رو در ایران اعدام کردن. حتی پور محمدی اومده این مسئله رو تایید کرده و افتخار کرده به این مسئله، و ایشون این آقا میگن که نه، این مسئله نیست، یه سناریوست. و و این تمام هدفش این هست که ثابت کنه که در زندان اوین بوده و در دادگوهردشت نبوده، که این پرونده‌هایی که براش تشریح شده که در سال 67 در زندان گوهردشت هزاران جوان رو اعدام کرده، رو خود از خودش در واقع خودش رو مبرا کنه از این جرم. در تمام حرفایی که میزد و اینکه واقعا به نظر من بیشتر داستان کمدی بود که همه زندانیا باهاش خیلی خوب بودن، دوستش داشتن و این خیلی آدم خوبی بوده، که در واقع تمام شهادت هایی اگر شما گوش داده باشید در طول این روزها، با فجیع ترین بچه ها رو طریق بچه ها رو شکنجه کرده، بچه ها رو توی راهروی مرگ برده، شیمی پخش کرده، بچه ها رو اعدام کردن. نه، به نظر من به این دادگاه به ضرر خودش هست، چون در یک جورایی داره به خودش آب تطهیر میزده، از که خود سران جمهوری اسلامی اعتراف به این اعدام ها در سال 67 کرده. شما به عنوان یکی از خانواده‌های دادخواه که در دادگاه حضور دارید و این صحبت‌ها رو می‌شنوید، احساستون چه است نسبت به این صحبت‌ها وقتی این اعدام‌ها رو انکار می‌کنند، و مخصوصاً وقتی که چنین دادگاهی رو می‌بینیم اینقدر عادلانه برگزار شده، به حمید نوری اینقدر مدت زمان طولانی رو میدن که از خودش دفاع بکنه، هر چی دوست داره بگه، اما افرادی که در اون سال‌ها اعدام شدن در زندان‌های ایران در دادگاه چند دقیقه‌ای شرکت داشتن؟ ببینیم، تمام طول دادگاه که من جا حضور داشتم و تا دوستان برادرم و همسرم شنیدم، بچه ها رو در دو دقیقه این که شما اعتقاد دارین به آرماناتون یا نه تیرباران کردن. بچه ها رو بدون وکیل، بدون محاکمه کشتن. اینجا حمید نوری در بهترین دادگاه داره محاکمه میشه، میاد ساعت ها حرف میزنه، حرفایی که میزنه که من چند تا بچه داشتم و نمیدونم چند تا نوه دارم، و حتی به بچه های ما اجازه نداده که با هم خداحافظی کنن موقع مرگ، و بچه ها رو اعدام کرده بدون که به ما بگه اسرشون کجاست. ما اصلا خبر نداریم بچه های ما رو کجا دفن کردن. بچه ها طبق چیزی که میدونستم، من در دهه در سال 62 همسر خواهرم رو در خاوران دفن کردم، همه رفتیم اونجا و همچه تحقیق کردیم دونی بچه ها رو در بیرهای دست جمعی کشتن و دفن کردیم. یه از همچین افرادی با همچین دولتی، خب من فکر می‌کنم که در بهترین جای دنیا داره محاکمه میشه و هر چی دلش میخواد میگه و ما هم سکوت میکنیم. هرچند که من تمام بودایی که تو دادگاه نشستم دلم میخواد که فریاد بزنم، بگم بابا توی که این بچه ها رو در دو دقیقه کشتی، ببین چجوری دارن محاکمت میکنن در این محیط باز. وکیل بود و وکیل داری حرفات رو میزنی، ببین کسی میخواد قصد کنه. خیلی سپاسگزارم از شما خانم رستم علی پور.